ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری رو به هدیه است و خوشم می آید و و بهتری در بین همه کنون جادو یا چیز دیگری. با شما هستیم دوستای عزیز. خمیر ما پیش از پیش در جریان وقفه داخل قالب به شکل پر کردیم. آماده ساختیم. اول خمیر انبار میسازیم و بعدش داخل قالب به شکل میگذاریم و حال نوبت عزیز که برای یک چند دقیقه داخل داش بانم. زیاد وقت نیه، فقط برای یک دقیقه خمیر کمک خدا نرم بسازه. وقتی خمیر کمک خدا نرم ساخت، ایسی بره که آماده ساختیم، داخل خمیر میچینیم، آماده میسازیم و بعدش دوباره چی میکنیم؟ روی خمیر بسته میکنیم و حالا داخل داش به خاطر میدیم که خمیر که قسمت روی خمیر خدا بسته کنه، چرا که بعضش وقتا ایر اضافه کنیم آماده بسازیمش خدا خمیرک میسازه، به خاطر باید که به شکل خوبی آماده شه. خب یک کمه که دیگه باید داخل داش باشه، زودتر خدا بسته میکنه روش، یعنی بسته میسازه که خدا نرم میسازه. وقتی ما مواد داخلش اضافه میکنیم در قسمت داخلش رفته و به شکل بسیار خوبی آماده میشه. به شکل آماده میسازیمش و از 30 الی 60 ثانیه حساب میکنیم که یک دخره میشه. داخل داش میگذاریمش و از داخل داش پس بیرونش میکنیم، به خاطر از اینکه ما میخوایم سیبه داخلش اضافه کنیم و با می اندازه نرم شده از اینکه زیادتر نمیگذارمش. و حالا این سیبه که آماده ساختیم خب سیبه که آماده ساخته بودیم، ایره ما در قسمت داخل ازی پر میکنیم، یعنی داخل خمیری که هموار کرده بودیم. ولی باید که منظم بسازیم هر چهار طرفش، قسمت داخلش باید مکمل به یک اندازه باشه، مساوی باشه، نه هیچ قسمتش نه پخش باشه و نه بلند، چرا که خمیری که بالا ازی میگذاریم بعدش خراب میشه اگر پخش و بلند باشه. ولی اگر یک سایز باشه و به یک اندازه باشه ما خوبتر میتونیم آمادش کنیم. زیبان به اندازه بسیار خوبی نرم شده که یعنی ما میتونیم با شکل خوبی قسمت بغلاش و چهار طرفش ما خوبتر آماده بسازیم. هم از این قسمت آمار میشه و از چهار طرف هم آمادش میکنیم. این قسمت داخلش مکمل آماده شد، به شکل بسیار خوبی آماده شد، گازی که نرمش نمیکنیم و زیاد هموارش هم نمیکنیم. و حال خمیر اضافه کس این اول به شکل کمکی هموار میکنیم و خمیره به شکل رول میکنیم، هموار میسازیم. دبلی و نازکی از این خمیر فرق نمیکنه، اگر کمک دبل باشه بهتر است، اگر نازک هم باشه باز همیشه، ولی کمک اگر دبل باشه خوبتر ما میتونیم آماده بسازیم. به این شکل بسیار با احتیاط خمیر میاریم بالای شینی، هموار میکنیم به این شکل. از چهار طرف باید خوب تر آماده شود. قسمت های لبه رو باید که خوبتر آماده بسازیم تا
با خمیر دیگه که در قسمت پایین بود باید بابا بچسبه و بعدش به شکل برش میکنیم خمیر زعفران. چرا دیگه به درد ما نمیخوری خمیر؟ و حال نوبت عزیز که به شکل تزینش کنیم آماده بسازیم. به شکل حالا ما میتونیم خوب تر آماده بسازیم، فقط از قسمت وسط کمی فشار میتیم، قسمت داخل کمی که باید که پایین باشه، این قسمت باید کمی که پایین باشه و از این قسمت آهسته آهسته در چهار طرف بلندش میکنیم، چهار طرف کمی بلند و قسمت داخل کمی که کاسگک باشه. به شکل آماده می‌سازیمش. این قسمت آماده شد و حالا که اگر ما داخل داش بانیم چی میشه؟ حرارت زیاده که از قسمت پایین میباشه قسمت روی زیر پف میکنه، میپندانه، هوا داخلش میگره، به خاطر از اینکه پف نکنه و خراب هم نشه ما این قسمت های زیره به شکل سوراخ میکنیم. به شکل آماده شد. و باز هم یک کمی که بعضی قسمتاش که پخش و بلند است بیش سر است باید ایران کمی که جور کنیم. آماده شد و حالا نوبت داش است که داخل داش بانیمش و آماده شد. هی کارش همش آماده شد، صرف حال چی ماند؟ میوه ماند که میوه را باید میده میده کنیم. همه میوه باید تیار پیش از پیش تیار داشته باشیم که شروع میکنیم با آماده ساختن میوه. ولی تا وقتی که میوه را آماده میسازیم میریم بخش بسته تصویری را میبینیم، برمیگردیم، باز هم با ما باشید. سیاه دانه دارای خواص درمانی بسیاری است و همچنان در احادیث و روایات اسلامی نیز آمده است که سیاه دانه دوای هر بیماری و درد است بجز مرگ. سیاه دانه طبیعت گرمی دارد و دلیل داشتن ماده موسم به تیموکیتون دارای اثرات ضد تشنجی است. بررسی ها نشان می دهد که سیاه دانه می تواند موجب تأخیر در زمان شروع تشنج و کاهش مدت آن شود. در کاهش نفخ شکم و دفع گازهای معده مؤثر است. زیاد کننده شیر مادران است. قاعده آور است. یعنی عادت ماهانه را باز می کند. ضد کرم است. مصرف سیاه دانه با سرکه باعث دفع کرم دستگاه گوارشی می شود. استفاده از مخلوط سیاه دانه آسیاب شده با عسل برای تسکین درد رحم و پس از درد زایمان مفید است. و غرغره کردن جوشانده سیاه دانه در سرکه باعث تسکین درد دندان و محکم شدن دندان می شود. برای درمان سرگیجه یک قاشق مرباخوری عسل را با چند قطره روغن سیاه دانه مخلوط کرده و هر صبح ناشتا میل کنید. این کار را حداقل تا 11 روز ادامه دهید. و همچنان برای درمان روماتیزم یک گلاس روغن سیاه دانه را گرم کنید، سپس قبل از خواب آن را در محل درد بمالید و خوب ماساژ دهید و بعداً محل مورد نظر را با پارچه پشمی پیچ نموده و استراحت کنید. و برای درمان اسهال یک قاشق غذاخوری سیاه دانه آسیاب شده را با نصف گلاس عصاره تراتزک مخلوط کرده و پس از صرف غذا در 3 وعده میل نمایید
و برای درمان ناراحتی های کبدی مقداری از پودر سیادانه را با گیاه صبر زرد و عسل مخلوط کرده و هر صبح ناشتا به مدت 7 روز یک قاشق مرباخوری از آن میل کنید. همچنین می توانید روغن سیادانه را که در حال جوش است با غنچه برگ های بید مخلوط کرده و پیش از خواب یک قاشق مرباخوری از آن به مدت یک هفته میل کنید.